و بالاخره موناکو شاهزاده نشین میلیاردرهای جهان، بهشت ثروتمندان جهان. درود و درود، بریم برای دیدن دومین کشور کوچک جهان و بهشت ثروتمندان و میلیاردرهای دنیا. برای رفتن از وین پایتخت اتریش به موناکو، بهشت جهانگردان و ثروتمندان جهان، در واقع ما باید پرواز میکنیم به نیس، چون موناکو خودش فرودگاه نداره. در نیس هتلمون رو تحویل گرفتیم، در واقع در اونجا اقامت داریم و یه مقدار شهر نیس رو یه چرخی زدیم که به ساحل‌های زیباش معروف هستش و واقعا هم زیبا بود. و بعد از که یک روز در واقع در نیس موندیم، برای فردا به قسمت مرکزی شهر نیس رفتیم، به ترمینال در واقع اتوبوسرانیش، و از اونجا بلیت قطار رو تهیه کردیم و از اونجا حدود 10 یورو نفری رفت و برگشت برای بلیت قطار بود. تقریبا 20 دقیقه تو راه بودیم تا اینکه رسیدیم به موناکو. برای موناکو تو اولین وهله که اومدیم، قسمت ساحل رو دیدیم، دریا و کشتی هایی که همه کشتی های نو و لاکچری بودن پارک شده بودن، از جمله کشتی شاهزاده موناکو هم در اونجا پارک شده بود. اونجا رو قدم زدیم به سمت قسمت مرکزی شهر جدید، در واقع که کازینوی بزرگ و معروفش هم اونجا قرار داره. کل موناکو 2 کیلومتر مربع بیشتر مساحت نداره و بعد از واتیکان کوچکترین کشور جهان هستش و تعداد خارجی ها در اون خیلی بیشتر از شهروندان خود در واقع موناکو هستش و همیشه هم مورد توجه هالیوود بوده. فیلم جیمز باند هم در این منطقه ساخته شده. بعد از اینکه یه قسمت دریا، کنار دریا رو قدم زدیم به سمت قسمت در واقع مرکزی شهر که کازینوی معروف و بزرگ موناکو هم اونجا قرار داره، در ساحل در واقع دریای مدیترانه هست کشور موناکو و به این هم معروف هستش که موناکو در واقع در جایی قرار داره که آدم میتونه مثلا صبحونه رو در نیس بخوره، نهار رو در موناکو و شام رو در ایتالیا، یعنی یک بخشی از قسمت فرانسه هستش که این طرفش، یعنی در واقع هم تو فرانسه هست هم از اون برم به ایتالیا نزدیک. پشت سر من کازینوی معروف موناکو رو میبینین، بریم داخلش ببینیم که چجوریه، چون بازدید برای عموم در واقع آزاد هستش. یه بخشی از در واقع کازینوی بزرگ موناکو رو میبینین که کازینوی بسیار بزرگی بود و ورود برای عموم تا یه بخشش حالا آزاد بود و جالب اینجاست بدونی که اعضای خود موناکو اجازه ندارن که قمار بکنن و کسایی که مقیم اونجا نیستن میان و بازی میکنن و در این کازینو حضور دارن. این بخش از موناکو هم به نظر من خیلی قشنگه، خیلی منحصر به فردش کرده. دوربین رو برمیگردونم که نگاه کنیم.
قدیمی شهر رو ببینیم که قصر شاهزاده اونجا قرار داره. موناکو کلن حدوداً 2 کیلومتر مربع بیشتر وسعتش نیست و 40,000 نفر هم جمعیت داره. داریم با کشتی میریم اون سمت شهر که بخش قدیم شهر هستش و در واقع این خانه سلطنتی شاهزاده موناکو هم اونجا قرار داره. با هم دیگه میریم اونجا رو ببینیم. رفتیم در واقع به اون سوی دریاچه، بخش قدیمی شهر که همیشه مورد علاقه من بوده، جای اولد تاون و بخش قدیمی هر شهری بیشتر مورد توجه من قرار میگیره و در واقع قصر شاهزاده موناکو هم اونجا هستش. حالا من خیلی نمیخوام وارد مسائل تاریخی در واقع موناکو بشم، فقط در مورد خود موناکو بگم. موناکو 100% مردمش باسواد هستن، فقط 2% بیکار دارن و گرونترین پنت هاوس دنیا اونجا هستش. زبان رسمیشون فرانسه هست ولی بیشتر به انگلیسی و ایتالیایی حرف میزنن. موناکو حالا همینطور که میبینیم طبیعت قرون وسطایی خودش رو حفظ کرده. اینجا بخش در واقع قسمت پشتی قصر شاهزاده موناکو قرار داره و همینطور که گفتیم این کشور 40,000 نفری به خاطر وجود قوانین مالیاتی آزاد و کازینوهای زیاد و آب و هوای مطبوع مورد توجه ثروتمندان و میلیاردرهای جهان قرار گرفته و به بهشت جهانگردان و ثروتمندان و میلیاردرهای جهان معروف است. این هم ویو در واقع موناکو هست از بخش قدیم شهر. و در آخر اینکه موناکو جزو اتحادیه اروپا نیست و نیمی از مردم موناکو هم ایتالیایی ها هستن که 30%شون میلیاردر هستن.